سلام به شما دانشجویان عزیز کالج حیات نو، به جلسه بعدی انجیل کاربردی خوش اومدید. در ادامه تعلیمات ما درباره شناخت گناه، برخورد با گناه در کلیسا، با دوست عزیزم و همکار عزیزمون سفر جان خوش آمدید. دوباره سفر جان، مرسی. ممنون. اوکی، جلسه قبل داشتیم درباره گناه صحبت میکردیم و به یه نقطه رسیدیم که گفتیم که گناه لذت داره. بله. یه نوع کشش داره. بله. دلیلی که سوال بود چرا ایماندار اصلا میره به سوی گناه، و داشتیم درباره این صحبت میکردیم که خب گناه لذت داره، گناه یک لذت به خصوص خودشو داره و مزه داره برای برای جسم یک انسان. بنابراین طبیعتا انسان اگر نتونه جلوی این لذت رو میخواد بگیره، خب به اونجا کشیده میشه. دقیقا همینطور. ادامه بدیم. شیطان همیشه روی چیزی وسوسه میکنه و کار میکنه که کششو در واقع لذت داره. درسته. و میاد خوشکلش میکنه، توی پکیج خوشکل تحویل ما میده. 100%. به این خاطره که افراد گناه انتخاب میکنه. 100%. اما وارد یه بحث عمیق‌تر می‌خوایم بشیم برادر. بله. که اینکه گناه چرا مخربه اصلا. اوکی. مگه ما زیر فیض نیستیم؟ امروز ما زیر فیض عیسی مسیح و فیض به ما تعلیم میده، میگه گناه‌های دیروز و امروز و آینده شما بخشیده شده. این کاریه که فیض برای ما کرده. پس گناه چرا باید مخرب باشه وقتی که میخوام خیلی عمیق وارد این بشیم، چرا گناه باید مخرب باشه وقتی که بخشیده شدیم از اون گناه و اون گناه دیگه نمیتونه در واقع ما رو محکوم بکنه و دیگه ما در مسیح گناهکار نیستیم. نقش گناه چیه این وسط؟ چرا گناه مخربه؟ گناه چه کاری در زندگی یه ایمانداری میکنه که زیر فیض قرار داره؟ امروز میخوام روی این سوژه با هم دیگه صحبت کنیم و یه ذره روی این سوژه با هم دیگه عمیق بشیم. اوکی. اما قبلش من باید دو تا تفاوت رو برای عزیزان مشخص بکنم. ما دو نوع گناه داریم. اولین گناه اینه که شخص لغزش میخوره از روی ضعف. درست. من ضعیف هستم، هنوز اونقدر قدرتمند نشدم، ضعف دارم روی یه مسئله ای، روی اون مسئله یه بار پام میلغزه، گناه میکنم، بعد توبه میکنم، بلند میشم، خدا هم دوباره منو محبت میکنه. این یه نوع گناهه. یه نوع گناه داریم که شخص میاد با فکر قبلی روی یه گناهی برنامه ریزی میکنه، انجامش میده، ازش لذتم میبره، درش ادامه هم میده. باید این رو تعریف بکنیم برای از این که خیلی تفاوت بین این دو نوع گناه وجود داره. میخوام نظر شما رو بپرسم، آیا تفاوتی هست بین این دو؟ در ثمره‌ای که در زندگی شخص میگذارن، بله. میدونید کتاب مقدس میگه بله، مرد عادل 7 بار میفته و خودش دوباره بلند میکنه. مسئله اینه که من به عنوان تجربه شبانیم دارم میگم و حتی تجربه شخصیم، که نگاه میکنیم به نوع برخورد خداوند با مثلا داوود. داوود یه لغزشی کرد. بله. ضعیف بود در مقابل بتسبا. بله. و حتی گناه میکنه و در اون لغزش حتی قتل هم انجام میده. بله. نوعی که خدا با داوود عمل میکنه خیلی عجیبه به نظر ما. کاملا. ولی علنا قلب داوود رو میدونه چیه و در اون قلب داوود چیزی رو میبینه که در واقع میشه لغزش و ضعف اون رو هم میبینه. دقیقا. من به عنوان تجربه شخصیم خیلی از افراد رو در کلیسا دیدم که ضعف‌هایی داشتن و دارن و در همون ضعف و لغزش بارها میافتادن. مسئله این بودش که یه دفعه هم نبود. بله. دائما برمیگشتن به همون نقطه ضعفشون، ولی چیزی که من نگاه میکردم این نبود که چند دفعه تو این لغزش افتاده. چیزی که نگاه میکردم برخوردش بود با لغزشش. دقیقاً. برخوردش بود با خودش و خداوند. دقیقا. در لغزشش. دقیقاً. این برای من خیلی مهمتر بود تا اینکه مثلا دفعه 50مش آقا این کارو کرده. خب معذرت میخوام. همه شاید 100 دفعه 200 دفعه 300 دفعه گناه کنیم و برمیگشتم به آیه‌ای که خداوند عیسی مسیح به یکی از رسولان میگه، میگه که اگه برادر من چند دفعه درباره به من گناه کنه بس ببخشمش. 7 بار میگه، 70 بار زد داره 7. یعنی مسئله این نیست، مسئله این بودش که از دید خداوند بخشش بی انتهاست. از دید خداوند مسئله جداست. از دید من و شما که داریم با گناه برخورد میکنیم، میخوایم علنا یه نفر رو کمک بکنیم، یه جور آدما میان تو کلیسا که ضعف دارن. بنابراین ما باید نوع برخوردشون رو نگاه کنیم. کاملا درست. این جور افراد برای خودشون مشکلاتی به وجود میارن. بله. 100% که عملیه و میشه باهاشون کار کرد تو کلیسا. میشه.
فرق اساسیش با فردی که عمدن گناه میکنه لذت هم میبره و در واقع برخوردش با گناه متوجه است این میشه که خب این پوزیسیون منه، من میتونم این کار رو بکنم. اصلا به تو چه؟ به شما چه اصلا؟ که من این کار رو میکنم. اصلا شما به کار من چی کار داری؟ اینجا خطر رو میبینی به خاطر اینکه این شخص در واقع داره وارد میدانی میشه که برای خودش نه تنها مضره، مثل کسانی که گناه میکنن و اشتباه میکنن و میفتن که بیشتر مواقع به خودشون ضرر میزنن، ضرری که این شخص میگه میتونه بزنه حالا به دیگران هم به راحتی میتونه بزنه. بله. چون خطرناک میشه. خطری که میاره اینه که نه تنها به خودش داره ضرر میزنه، با این عمل کردش دیگران رو هم درگیر میکنه. و این خطری هستش که اومخ این جور افراد میشه گفتش که خطرشون خیلی چی هستش؟ خطرناکتر یا خیلی محیبتر هستش برای بله. کلیسا. پس درست میگی، دو جور گناه هست، دو جور رفتار هست تو کلیسا. بیشتر ایماندارا گروه اول میافتن. بله. ضعف دارن، تو این ضعفشون میان و میرن. بله. بعضی غلبه میکنن خدا رو شکری، بعضی میمونن تو ضعفشون. بله. تا آخر عمرشون باز یه اشتباهی رو تکرار میکنن. بله. و اتفاقی که میفته اینه که در بیابان خودشون گیر میکنن. بیابانی بله. که من گفتم بیابان ایمان، مثل بنی اسرائیل که به خاطر اینکه نمیتونن این گناه رو براش غلبه کنن به اون سرزمین موعود هم نمیرسن و عهدهای خدا که براشون کنار گذاشته بله نجات دارن همه رو به سرزمین موعود نمیرسن، اون هدفایی که خدا میخواد نمیرسن. کاملا درست. گروه دوم خطرناک میشن همینطور برای کلیسا. اون گروه دوم علنا چیه؟ نابودی میخوان بیارن، یعنی گناه رو وارد کلیسا میکنن. دقیقاً. یعنی علنا نه تنها خودشون باش کشمکش دارن، گناه رو وارد میکنن. دقیقا. اینها رو باز چیکار کرد؟ باهاشون باستر و مارسه کرد. مثال خوبی زدین برادر، مثال داوود رو زدین. یه جایی ما تو اول یوحنا یه آیه‌ای داریم خیلی برداشته اشتباه شده از این آیه. بله. که یوحنا داره صحبت میکنه، بعد به یه آیه‌ای میرسیم برمیخوریم، میگه کسی که از خدا تولد یافته گناه نمیکنه. باش وقتی که یک گناهی از یه شخصی سر میزنه میگه پس من تولد تازه ندارم چون گناه کردم. صحیح نیست. اما برسه. وقتی که جلو میریم به یه آیه دیگه هم برمیخوریم، میگه اما اگر گناه کردید درسته. نگران نباش چون شفیعی نزد پدر دارید. این داره از لغزش صحبت میکنه یوحنا. میگه اگه ضعیف بودین، میگه کسی که تولد تازه داره گناه نمیکنه، یعنی دوست نداره گناه بکنه. درسته. ولی اگرم یه موقع لغزش خورد، زمین خورد، اشکالی نداره، یه شفیع نزد پدر داره، هیچ اشکالی نداره. ببینید شاید یک شخص واقعا همونجوری که گفتین تا آخر عمرش هم تو ضعفش بیفته، قبول دارم. اون لغزشه. میدونید من از کجا این رو متوجه میشم؟ اینکه هر باری که این شخص این گناهو میکنه تا آخر عمرش بعد از اون گناه میگه ای کاش که نمیکرد. 100% ریاکشنش کاملا واضحه و کسی هم بهش درس نمیده، خودشه. اون احساسی هستش که در ضمیر خودش بر طبق آن خواندگی و اون تقدیسی که در خودش هست میدونه من از هدف بیرون زدم. اون جایی که باس باشم نیستم. بله. کاری که باس میکردم نکردم، من بهتر از این هستم. بله. اینجا ما میدونیم شخص سالمه، سلامتیش در همینه، تلاش میکنم سریه بعد نکنم. دقیقا اینه من بشنوم. بله. این شخص رو شما نباید از کلیسا چیکار کنید؟ اخراجش کنید. باید بیشتر وقت بذاری این شخص، باید باش کار بشه. بله. به خاطر اینکه این شخص نیاز به کمک داره و در واقع خودشو میبینه. من یادم یه شخصی تو کلیسا گناه کرده بود، تو کلیسا ایرانیان، اینو برگشت گفت من ضعیفم. آره من ضعیفم، ولی من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. اینجوری گفت جلوی خودم نمیتونم بگیرم، این ضعف منه و بنابراین متوجه هستی سوال این بود حاضرم نیستم عوض بشم، همینی که هست. مسیح منو همین جور دوست داره، همینی که هست. و همینی که هست متوجه هستی جواب خوبی نیست. بله. همینی که هست یعنی که من چون ایمان دارم کارت بلانش میخوام چیکار کنم، این کار رو ادامه بدم چون فیض دارم، بنابراین همینی که هست. یعنی این کار برای من عادت شده. عادت شده و من حاضر نیستم عوض بشم. نجات داری؟ من تو این سوال ندارم. ولی مخربی. الان مخربی. چون که همه بقیه هم به تو نگاه میکنن میگن پس همینی که هست. بله. ما هم همینی که هستیم. بنابراین اون وقت هیچ نوع رشد روحانی در کلیسا وجود نداره و همه همون آدم قدیمی باقی میمونیم. دقیقاً. که نمیشه که. بنابراین این هم درست نیست. این شخص اگه تو کلیسا
یه جوری باش کار نشه، درست روبرو نشه، خب این شخص مخربه. بله. حالا ثمره گناه در این دو شخص کاملا فرق میکنه. کاملا درسته. در گروه اول شخص از وعده ها شاید بیفته. اوکی؟ بله. از وعده ها شاید. اینو خیلی سادهش میکنه. گروه اول اگه نتونی برای چیزای غلبه کنی، برادر خواهرم، از وعده ها میفتی. کاملا. وعده هایی هست که برات کنار گذاشته شده. مثلا خواندگی داری شبان باشی، ولی نمیتونی. همیشه میخوای مثلا با یه مشکلی داری که دائما تو رو ضعیف میکنه. خب نمیتونی در شبانی رشد بکنی. خدا میخواد کلیسای بزرگتر و بهتر و بیشتر بهت بده، نمیتونه بده. در همون جایی که هستی باقی میمونی. خودت همش درگیری با اون مسئله. درگیری. اون محدودیت. گروه دوم امکان داره در ایمان سست بشه و میشه. بله. بهش میرسی. در ایمان سست میشه، چون این گناه درش سستی ایمان به وجود میاره، گناهی که در واقع عمدیه. بله. با برنامه است و بدون توبه است. 100% درش سستی ایمان و در باز برای خرابی ایمان و از بین رفتن. بله. از طریق شیطان. نابودی. بله. این دوتا خیلی فرق میکنه. کاملا درست. اینو باید شبان تشخیص بده داره با چه گروه کار میکنه. بله. و در واقع ما همیشه تو کلیسا میخواییم وعده های خدا برای عزیزان به انجام برس. اگه من با گناه میجنگم تو کلیسا، هدف اصلی من 90% ما رو گروه اوله. دقیقا. چون گروه دوم تو کلیسا زیاد نیستن. اینو بهت میگم. گروه اول زیادن. که همه سست داره، همه یه جای ضعیفه. میخوام تشویقشون کنیم که به وعده هاشون برسن. بله. و وعده هاشون به انجام برسه. ما آرزو و رویامون برای ایمانداران این هستش که خدا بتونه برنامه‌های کاملش رو در زندگیشون انجام بده. بله. اینکه نیست که فقط نجات پیدا کنن و برن آسمان. خب اینو که خدا روش دارن. ما میخوام خیلی بیشتر جلو برن. دقیقاً. بنابراین وقتی با گناه میجنگیم در کلیسا و در حیات نباش اصلا درباره این سوژه صحبت میکنیم، فکر ما اونان. دقیقاً. دفاع از خودمون نیست که حالا ما رو ناراحت کردن، ما رو اذیت کردن، ما ناراحت شدیم، برادر ناراحت شد. نه، مال خودشونه، به خاطر خودشونه، به خاطر اینکه ما میخوایم اینا به وعده ها و آرزوها برسن. گروه دوم من تو تجربه 20 سالم تو کلیسا میگم گروه دوم اونقدر زیاد نیستن که مردم فکر میکنن. من با ایماندارایی که صحبت میکنم بیشتر که مسیر رو دوست دارن، خدا رو دوست دارن. دقیقاً. نادر افرادی هستن که با این دید دوم میان تو کلیسا هستن. اینا چی هن؟ روباها و گرگایی هستن که در جلد چی میان؟ در جلد بره میان. بله. حالا اونجا فرق میکنه. بله. اونجا هم خودشون نابود میخوان بکنن، هم دیگران رو نابود میکنن و برخوردها باعث با اینها فرق میکنه. به حال این نکته بود که من میتونستم بگم. میخوام یه مقداری هم مانو بدیم روی گروه دوم. بله. افرادی هستن میان توی کلیسا، ایمان میارن، ایمانشون هم قلبیه، روی مسئله هم ضعف دارن. آها. در اون مسئله هم ادامه میدن، بعد از یک مدتی انقدر ادامه میدن که گناه برای اون شخص عادی میشه. 100%. آره، یه چیز عادی میشه، بعد دیگه باهاش زندگی میکنه، ازش لذت هم میبره، خوشش هم دیگه میاد، از قبل هم دیگه برنامه ریزی میکنه برای انجامش. میخوام یکم بعد اینجا ناچارن وارد بحث نجات شناسی بشیم. بله. که وقتی که میگیم شخصی نجاتش رو از دست میده، چرا از دست میده و نقش گناه این وسط چیه؟ گناه چیکار؟ آیا وقتی که من گناه میکنم این گناه باعث میشه که من نجاتم رو از دست بدم یا موضوعات دیگه ای دخیله؟ میخوام بذاره روی این بریم برادر. بله. میدونیم که توی بحث نجات شناسی دو تا موضوع باعث میشه یه شخص ایماندار نجاتش رو از دست بده. یکی برگشتن به شریعته. دقیقاً. موضوع بعدی بی ایمانی نسبت به عیسی مسیح، که به نظر من در واقع هر دو تاش یکی. وقتی که دقیقاً گزینه یک دقیقاً به گزینه دو مرتبطه، چون دقیقاً. وقتی شما به شریعت برمیگردی یعنی چی؟ یعنی که من میتونم با تلاش خودم عادل شمرده بشم، عادل بشم. در واقع میشه گفت یک زمینه هست که نجات از دست میده، که عدم باور به عیسی مسیح. دو شاخه داره. بله. شاخه‌اش یکی برگشتن به شریعت برای انسانی که در ظاهر همه کاراش درسته، ولی داره سعی میکنه در شریعت نجاتش رو دوباره به دست بیاره. دقیقا. گروه دوم که در گناه وارد میشه در دنیا و بعد از اون که در گناه وارد میشه، بعد از مدت طولانی ایمانش رو چیکار میکنه؟ از دست. دقیقا. میده و عمل کرده نادرسته یا زهری که گناه دائم در زندگی یک ایماندار میریزه، سستی ایمانش. دقیقا. این زهرشه، مثل یه زهر مار که در بدن وارد میشه، یه دفعه نمیکشه شخصا. دقیقاً. یواش 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 چی میشه؟ یواش 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 وارد بدن میشه، وارد سیستم خونی میشه و بعد بدن رو چیکار میکنه؟ از کار میندازه.
خیلی جالبه که زهر مار در واقع در نوعی که زهر مار انسانو میکشه اینه که تنفس شخص وا میستونه و خون رو سفت میکنه. بله، نوع اصلیش اینه که شخص دیگه نمیتونه نفس بکشه. نفس انسان اون چیزی که روح خدا درش دمیده میشه، یک سمبولیزمی برای من هستش. شخص دیگه نمیره به سوی خدا ازش اساره بگیره، نمیره طرف کلام، نمیره به طرف ایمانش، نمیره به طرف کلیسا دیگه. بله. نمیره، نمیخواد بره، همینجا کاف، اینجا برام کافیه، همینجا میمونه، در انزوا میمونه، دور میمونه، گناه رو ادامه میده، مدت تمایل دیگه پیدا نمیکنه که سرود پرستشی گوش کنه، تمایل پیدا نمیکنه با ایمانداره دیگه درباره کلام حرف بزنه. بعد از یه مدتی سرد میشه، این سردی میاد به یه جایی میرسه که اصلا به اصول ایمانش شک میبره. بله. و بعد شریر میاد شروع میکنه خوندن تو گوشش، اصلا این درسته، فکر میکنی اصلا اینو باور کردنیه. یه مثال خیلی ساده میزنم که در زمانی که خیلی ها اصلا که با یک شخصیت خیلی بزرگ الهی دارم، نمیدونم، یک مردی بود که در آمریکا خیلی معروف بود که خیلی ها رو به نجات آورد، یه شبانی که الان دیگه پیرسالم شده و در سال اواخر سال 1949-1950 بیلی گرام، مرسی، بیلی گرام شروع کرد بشارت دادن در اواخر 49-50 میلادی. و این مرد همزمان باهاش یه مرد دیگه هم بود که وقتی که تایم مگزین داشت درباره 8 شخصیت والای کلیسا که آینده بسیار روشنی داشتن صحبت میکرد، شماره اول دوست بیلی گرام بود، شماره 8 نه از دومی زد بیلی گرام شد. 8 شخصیت بیلی گرام بود. اولین شخصیت، این شخصی که اسم نمیبرم چون اسمش الان یادم نیست، کتابشو خوندم، ولی شخصیت اول اونقدر کارش محکم بود، اونقدر شخص محکم بود که تایم گفت این از همه موفق تر میشه. بله. ما میریم حالا 40 سال جلوتر، نسل سال 1996-97. من توی یک کتاب خونه هستم، بارنز اند نوبل تو آمریکا معروفه، دارم یک کتاب میخونم، اسم طرف میبینم، میگه در جستجوی ایمان، In Search of Faith. گفتم چه جالبه، برم بگیرم خودم. بعد شروع کردم که اوایلش رو خوندم، دیدم که ای وای، شخص علناً میگه من یه موقعی خودم کسی بودم که با بیلی گراهام های دنیا رو بشارت میدادم، ولی الان به خدا ایمان ندارم. وقتی که دربارش ریسرچ کردم، این همون شخصی بود که شخص اولی بود که در تایم مگزین بهش گفتن که این مهمترین شخصیت کلیسا در آینده خواهد شد به خاطر عشقش و تواناییش و تمام اینها در کلیسا. ولی 40 سال اومدیم جلو، شخص داره کتاب می‌نویسه، میگه همه بیهوده است، همه بیخوده، هیچ چیزی اصلا وجود نداره. ولی بیلی گرام 50 سال جلو میریم، هنوز داره شکار میکنه. یه شخص 99 سال شد، 98 سال شد، هنوز در ایمانش باقی مونده. خب فرقشون چیه؟ فرقش اینه که یه جای در داستان زندگی این شخص گناه وارد شده. حالا بله. گناه میتونه همه چیز باشه. ما همیشه گناه رو در چیزایی میبینیم که طرف زنا میکنه، دزدی. بله. امکان داره گناه میتونه این باشه، شک باشه. بله. تردید به یه چیزی باشه. به هر حال درو باز میکنی، در اونجا باقی میمونی و حاضر نیستی باش مواجه بشی. پنهانش هم میکنی. بعد این گناه در تو کار میکنه. بعد یه جایی حتما این شخص سرد شده، یه جای دیگه باور نداره، به یه جایی میرسه که دیگه همه چیز رو کنار میذاره. بله. پس اگه این شخص میتونه مسیر رو کاملا انکار بکنه، 100% نشان دهنده این هستش که در نجات شناسی این هستش که شخص اجازه داده، چون این یک مسئله یه روزه نیست. یک شخص یه روز بلند نمیشه از خوابش بگه من همه چیز رو انکار میکنم. همینطوره. این شخص در مرور زمان به اینجا میرسه و چیزی میشه گفتش که در تمام این افراد یکسانن، تقریبا یه چیزه، در مرور زمان به شیطان دری رو باز میکنن. بله. یا در گناهان پنهانی یا در ناباوری های پنهانی، که ناباوری خودش گناهه، گناه خیلی بزرگه، و در اونجا باقی میمونن، باهاش مواجه نمیشن و در اون دائما ادامه میدن. شما میتونید دائما در یک ناباوری ادامه بدی، میتونید دائما در یک گناه ادامه بدی، بعد به یه نقطه میرسی که یه دفعه همه چیز برای چی میشه؟ تموم میشه. بله. پس درست میگیم، پس ذمیره یا نتیجه گناه چیه در یک زندگی یک ایماندار؟ خطر گناه در زندگی یک ایماندار، خود گناه نجات رو از دست دقیقاً نمیده. دقیقاً خواستم به همینجا برسیم. خود گناه
عزیزان خود گناه یک حرکت اشتباه نجات از شما بله. نمیگیره. شما یه گناه نمیکنی با من یک مسیح لعنت بشی تموم شد خدا دیگه فهموش، یعنی هر چی باشه، هر بله. چی باشه عزیز، میخوام همینجا با همه بگم هر چی که هست میخواین دیگه واضحش بکنیم. بله. بعضی میگن من یه حرکت همجنس بازی کردم، یه خادم بود گفت من همجنس بازی کردم، خادمی بود که با من شخصی صحبت کرد گفت من چیکار کنم، گفتم خواست توبه کن ولی نجاتتو داری ولی بس مواظب باشی، تو دیگه خدمت کردی به هدرم، تو بس بیای چیکار کنی خودتو بیازمای، اینجا الان تو سوس شدی. خب برم به همه بگم، گفتم اینا نمیتونم برات بگم، اگه خدا بهت خواست، اگه خدا ازت خواست که بری افشا کنی بس به افشا کنی، ولی مهم اینه که بس چیکار کنی، کنار بکشی یه مدت کوتاهی خودتو خداوند با تنها باشی ببینی کجا ضعف داری اینجا. اوکی این مثلا اینو فرق نمیکنه زناست، ولی گفت آیا نجاتمو از دست دادم بعد؟ آیا واقعا من اصلا لیاقت نجات دادم؟ من نمیگم لیاقت نجات داری. بله. چه فرقی میکنه گناه تو با یه گناه دیگری؟ تو لیاقت نجات داری. پس هر گناهی میتونه باشه. دقیقاً هم میخوام اینجا تمومش کنیم. هر گناهی میتونه باشه. دقیقاً. هیچ کدوم از اینها نمیتونه شما رو چیکار بکنه؟ نجاتتون رو ازتون بگیره. همینجا قبل از اینکه بریم اون آیه چی هست که کتاب مقدس میگه اگر کسی به روح القدس اهانت بکنه هر گناهی رو خداوند خواهد بخشید جز به جزی. کفر به روح القدس. اینو شرح بده برام، چون بعضی اینو قاطی میکنن، چون میگن بعد اون چی هست. من فکر کنم اصلا روی این آیه نباید راجع به ایماندارا صحبت. دقیقاً شرحش بده. دقیقاً اگر چون خیلی مهمه ما یه آیه رو از کتاب مقدس بیرون نکشیم تفسیرش کنیم. درست. بعد قبلش رو بخونیم، بعدش رو بخونیم ببینیم مثلا داستان راجع به چیه. مسیح که یه دفعه نیومد این حرفو بزنه. دقیقاً. اونجا دقیقاً جاییه که عیسی مسیح داره معجزات میکنه. بعد یهودیان برمیگردن میگن، فریسیان میگن به قدرت شیطان یا همون بلزبول داره این کارا رو میکنه، و اونجا داره در جواب یهودیا این صحبت رو میکنه، میگه درست. شما با این صحبتتون به من در قالب پسر انسان توهین نکردید، چون این معجزاتی که داره اتفاق میفته از من نیست، از کیه؟ از روح القدس در من داره این کارا رو انجام میده. شما دارید به روح القدس توهین میکنید و کفر میگید و هر گناهی آمرزیده میشه به جز کفر به روح القدس. یعنی چی؟ حالا کفر به روح القدس آمرزیده نمیشه یعنی چی؟ پدر پسر روح القدس مگه یک نیستن؟ درسته. پس وقتی که شما داری به روح القدس توهین میکنی، کفر میگی، بی ایمانی میکنی، در واقع به پسر داری این کارو میکنی و متقابلا به خدای پدر داری این کارو میکنی. و اینجا داره با یهودی‌ها صحبت میکنه. عدم باوره. عدم باور به شخصیت مسیح، دقیقاً به الوهیت مسیح، به اساره نجاته. بله. شما دارید به اون یه نکته ای که در واقع در خودش نجاته چی میکنی؟ ناباوری میکنی. دقیقا. حالا یه ایماندار میاد بعدا نگاه میکنه میگه من به تعمید روح القدس باور ندارم، به معجزات ایمان ندارم، ولی به صلیب خداوند عیسی مسیح ایمان داره. حالا طرف برمیگره بهش میگه تو نمیتونی، این کفر به روح القدس، نه چنین چیزی نیست. پس چنین چیزی رو ما نداریم. دقیقا. در عهد جدید در جایی که هستیم، اگه شخص گناه بکنه، یعنی اشتباهاتی بکنه از نظر فرهنگی، عملی، هر چی که هست، هیچ کدوم از اینها در خودش قدرت شکستن عهد خودش با خداوند در مورد نجاتش رو نداره. دقیقاً همین. تمام شد. بلد. این تمام شد. اوکی؟ پس ثمره گناه در زندگی یک ایماندار از نظر نجات چیه؟ میخوام اینو با یه آیه شرح بدم. آره، یه آیه میخوام بیارم. همونطوری که شما گفتید گناه این وسط چه نقشی داره تو زندگی اون شخصی که هی ادامه میده، عادت میشه و اصلا لذت میبره، نمیخوادم ترکش بکنم. یه آیه ای داریم توی رومیان به ما میگه ایمان از شنیدن از کلام خدا. درست. همه فکر میکنن وقتی که میگه ایمان از شنیدن از کلام خدا، منظور این کلام هست. بله. کلام مکتوب، در صورتی که اینجا ریشه یونانی کلام ریما رو داره میگه. درسته. یعنی کلامی که شما مستقیم از خدا مکاشفه میگیری و از خدا میشنوی. اوکی. اون کلام هست که ایمان رو به وجود میاره. دقیقا. کاری که گناه میکنه، نقشی که گناه این وسط داره، اینه که شما وقتی که هی تو گناه ادامه میدی مثل یه نوزادی که پوستش لطیف هست، بعد یه مدت پوست روحانیت هی زخیم میشه، گوشت نسبت به صدای خدا سنگین میشه، دیگه در محیط های روحانی سعی میکنی خودتو قرار ندی. دقیقا. کمتر در کلام و در دعا میری و این هی ادامه دادنش باعث میشه گوش نسبت به کلام خدا سنگین میشه و دیگه نمیتونی صدای خدا رو تشخیص بدی و بشنوی. وقتی هم که کلام ریما رو نمیشنوی چی میشه؟
ایمان از شنیدنه، شنیدن از کلام خدا. کلام ریمان رو که نمیشنوی کم ایمان میشی، کم ایمان میشی. این یک روز دو روز طول نمیکشه، شاید 30 سال طول زمان نیاز داره، 10 سال 20 سال زمان نیاز داره. هی کلام ریمان رو نمیتونی بشنوی، کم ایمان میشی، کم ایمان میشی و در انتها به بی ایمانی میرسی. و وقتی که بی ایمان شدی، نجاتت از دست رفته. پس گناه همطور که گفتین، این وسط کاری که میکنه این نیست که نجات شخص رو بگیره، اینه که یک وسیله‌ایه که شخص رو به بی ایمانی برسونه. اینه یه آسانسور عمل میکنه، شخص از طبقه پایین سوار آسانسور میشه بره به طبقه بالا یا برعکس. و گناه دقیقا داره همین کار رو انجام میده برای شخص، یعنی شخص رو از ایماندار بودن سوار میکنه توی اون آسانسور و به نقطه بی ایمانی میرسونه. بله. نقش گناه این وسط این هستش برای مسئله نجات اینه. بله. در مورد نجات و سوژه نجات میخوام مسئله رو حل کنیم. از آن اگر تو سوال میشه که من یه گناه کردم یا دارم، یا یه شخص میاد تو کلیسه میگیم بعدت دائما در این مورد میفته، دائما داره افتاده، حتما دیگه نجات نداره. نه، نمیتونید این نظر رو بدید در مورد شخص. شما نمیدونید در قلبش چی میگذره. شما نمیدونید وقتی اشتباه میکنه وا میسته میگه خدای منو ببخش یا نه. شما نمیدونید اگه در طول روز 10 دفعه میگه خدای من اینقدر ضعیفم یا نه. شما اینو نمیدونید. تنها چیزی که شما بس بدونی و بتونی قضاوت بکنی که بعد اگه در این گناه ادامه بدی، اگر نتونی در این غلبه کنی بر لغزشت، از بعدها میافتی در یه گروه دیگه که میدونیم طرف داره عمدن یه کاری رو میکنه و دائما داره میکنه. بله. و اونجا واسطه اون هم باید چیکار کنی؟ قضاوت دیگه ای بکنی، بگیم بعدا اگر این کار ادامه بدی شما در ایمان سوس میشی. بله. و یه روزی شما با این بی ایمانی امکان داره حتی به نجاتت هم چیکار کنی؟ زیر سوال قرار بدی، لطمه بزنی. این خطره. بنابراین بارها دیدم تو کلیسا که عزیزان اشتباه میکنن بعد زیر محکومیت قرار میگیرن. بله. اینو بس حل کنیم. حال هیچ نوع محکومیتی نیست، شخص بس بتونه خودشو ببخشه چون دقیقا بخشیده شده. گروهی هستش که دائما میفته چون لغزش داره. بله. ضعیفه. با اینها شما هم بس آرام بگیری، ولی باید بتونی یه روز واسطی براش غلبه کنی چون به وعدهات نمیرسی. دقیقا. با اون نقطه. گروه دیگه، اگر داری گناه میکنی و عمدن میکنی و برنامه میکنی و اصلا اونقدر پوست زمخ شده که اصلا بعد دیگه مهم نیست، میگه همینی که هست، مواظب باش چون در باز کردی که ایمانت سوس بشه. دقیقا. حتی نگفته نمونه فیض خدا برای در توان بخشیدن اون گناه هم داره. داره شخص، ولی خودش نمیشنوه. بله. میگه هیچ کدوم مربوط به فیض خدا نیست. دقیقا. همش برمیگرده به خود شخص. دقیقا. اون گروه سوم هم خودشه که انکار میکنه، خودشه که عقب نشینی میکنه. هیچ کدوم اینها به شخصیت پدر بر نمیگرده، ربطی نداره. و در واقع خودش هستش که میگه من عهد رو قبول نمیکنم. بنابراین عملکرد گناه از نظر نجات رو شرح دادیم در زندگی ایمان. ولی در سوژه‌های قبلی هم صحبت کرده بودیم که ثمره گناه در زندگی یک ایماندار ثمره های دیگه ای هم داره که دربارش قبلا صحبت کردیم. بله. و شاید در جلسه بعدی باز بهش مقداری مرور اینو بکنیم. پاسخ دادیم که نجات در واقع میتونه، خیلی ها سوال کرده بودن که چجوری شخص نجاتش از دست میده، الان جوابشون رو گرفت. بله. تا جلسه بعدی امیدوارم که فیض خداوند با شما عزیزان باشه. ممنونم برای عزیزانی که شاگردان کالج حیاتون هستن. خدا خدا نگهدار.